من بخش اول گفتگو رو من دنبال پاسخ به یک سوال بودم. مقدمه‌ای که آقای دکتر وکیلی فرمودن مقدمه دقیق شسته رفته مورد پذیرش و درخشانی است. دانستن حق مردم است. مردم محرمند، مردم نامحرم نیستند و نباید منافقانه با مردم برخورد کرد و این دستاورد برجام است که مردم می‌دانند. ولی الان معلوم شد که کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از اسناد محرمانه ای بی اطلاع است. یعنی محرمترین بخش سیاست گذاری و تصمیم سازی برای کشور از بخشی از مهمترین کنوانسیون بین المللی این مملکت در طی این سالها بی اطلاعه. پس ما فقط نامحرم نیستیم به عنوان مردم. آقای وکیلی اینو پاسخ بدید به مردم. سوال بالاتری حتی وجود داره که الان به ذهنم رسید. آیا رهبر معظم انقلاب مطلعند که چه میگذره؟ از این اسناد محرمانه مطلعند؟ نه، واقعا برام سواله. این وقتی آقای ذوالنور به عنوان رئیس کمیته هسته‌ای نمیداند، اعضای کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی و از این قراردادها رو بی اطلاعند، آیا به یه جای بالاتری دادند؟ دولت داده، خود شما مطلع ایدای وکیلی نمیگید به همکاراتون. اینو بفهم، این واقعا عجیبه برای من. یعنی این حرف، من منتظر بودم که آقای ذوالنور به من بگه که نه خیر آقای یامین‌پور، این شما مطلع نیستید، مردم الان مطلع نباشن اب نداره، ما مطلعیم، خیالتون تخت. ما تو آفساید قرار میگرفتیم، من میرفتم بخش بعدی. ولی ایشون یه چیزی گفت که من مجبور شدم این سوالات رو بپرسم. گزارش مردمی رو ببینیم، برگردیم برنامه جهان رو در خدمتتون هستیم. ما پشت درهای بسته توافق کردیم که بحث قبلی رو مختومه اعلام کنیم، دیگه راجبش صحبت نکنیم، منتقل بشیم به بحث بعدی. شاید فرصت شد بعد از آقای عراقچی تشریف آوردن اینو مفصل ازشون. شما عزیزان برامون ارسال کردین رو میخونم و بعد ادامه گفتگو رو شاهد خواهیم. قطع این گفتگو که چرا محرمون، از همون طرح سوالی که تو بخش اول برنامه اتفاق افتاد و قرار شد که ازش بگذاریم، گفتن مثلا حقیقت شما هم با این کارتون هیچ چیز رو شفاف بیان نمی‌کنین. دوست عزیز دیگه پیامک زدن که سلام، چرا بحث اسناد محرمانه دنبال نکردین؟ این کارتون توهین به مخاطب بود، شما هم خودسانسور شدید.